بینندگان عزیز، حالتون چطوره؟ خوش آمدین به برنامه. نسرین هستم و خیلی متشکرم که دارین این برنامه رو تماشا میکنین. Father's Day، روز پدر، جون 17 هم هست. میتونیم بریم براشون کمر بخریم، ادکلون، شکلات، پیرن، ببریمشون رستوران. همه اینا چیزاییه که میتونیم بریم بیرون و بخریم. ولی بچه ها اگر که زیاد پول ندارن احساس بد نکنید. امروز براتون میخوام یه چیزایی درست کنم که البته قسمت هایش حتما باید بزرگتر با شما کمک کنن، برای اینکه با قیچی یا با تیغ کار میکنیم. ولی اگر که مثلا 7-8 سالتون به بالا هست، اینا رو خیلی قشنگ میتونید خودتون درست کنید. مواظب دستتون باشین، مثل هر چیز دیگه تو آشپزخونه که هستین، باید مواظب دستتون باشین. در صورت امروز برنامه‌مون راجع به چیزایی درست میکنیم که برای روز پدر قشنگه. البته همونجوری که گفتم خیلی چیزای خوب و آسان‌تر میتونیم بریم بخریم. یه چیزایی براتون درست میکنم که حتما همه قسمتشو مجبور نیستین درست کنین. پاکت میخوایم درست کنیم، تزیین کنیم، کارت درست کنیم، شاید فقط کارت و پاکت رو درست کنیم، یا اینکه یه دونه جامه دادی هست و یه مقدار چیزایی برای روی میز که اینا رو مثلا میتونیم برای یه روز مادر درست کنیم، برای روز معلم. فقط چیزایی که وقتی که به یه چیزی نگاه میکنیم یاد میگیریم، مثلا یاد میگیریم یه چیزی رو به یه چیز چجور بچسبونیم. حتما نباید آنم آدم بره اون چیزا رو درست کنه بده به باباش، نه. بریم ببینیم راجع به چی دارم صحبت میکنم. امروز میخوایم برای پدرمون اول یه کارت درست کنیم. روی این کارت من میذارم روی میز که شما خوب ببینینش، نوشتیم روش Happy Father's Day. این میتونه وقتی که طرز اول پاکتش رو نگاه کنین، چه پاکت قشنگی. این پاکتش این طرفش درست کردیم و این طرفش رو امروز با هم درست میکنیم که بتونیم یاد میگیریم از پاکت های معمولی چجوری روش تزیین بکنیم، که برای کریسمس، برای عید نوروز، برای تولد، برای نمیدونم هر چیز دیگه ای یاد میگیریم که چجوری روی این رو تزیین کنیم. این کارت، کارت خیلی کوچیکه، برای اینکه آقایون دیدیم وقتی یه چیزی بهشون میدیم مثلا با یه عالم احساس رفتیم یه کارت خریدیم، عزیزم نمیدونم فلان، پدر خوبه، نمیدونم چی اینجوری نگاش میگه چه قشنگه، خیلی ممنون، مرسی. حالا خانم ها نگاه میکنن مثلا میرن چه رنگ استفاده شده، اشکال نداره. آقایون ما اینقدر دوست داریم، این چیزا برای اون مهم نیست. در صورت این یک کارت کوچیک درست میکنیم. دوباره طرز درست کردن اینو که یاد گرفتین برای برده، برای تولد، برای هر چیز دیگه میتونیم استفاده کنیم. این کارت روش نوشتیم Happy Father's Day، روز پدر به تبریک میگم. وقتی بازش میکنیم یه عکس توپ فوتبال که اینجا بهش میگن ساکر. و پس این خیلی آسونه. برای چی اینقدر آسون درست کردم؟ برای اینکه بچه ها اینو بتونن خودشون درست کنن بر پدرشون. و این مدل وقتی یاد بگیرین میتونین طبقه های مختلف بذارین که چیزای دیگه بهش، مثلا اینجا میتونین بادکنک بذاریم، یاد میگیریم که چجوری اینو درست کنیم. خیلی آسونه و برای بچه هایی که کوچیک هستن این خیلی چیز خوبیه. بعد یاد میگیریم این پاکتش رو چجور درست کنیم. بعد بریم ببینیم تو پاکت دیگه چی داریم برای این بابای خیلی خوبمون. برای این بابای خوبمون بچه ها میخواییم یه چیزی از این جامه دادی درست کنیم. جامه دادی یا اینکه عینکاشو بذاره توش یا بذاره رومیز، هر چی دلت میخواد. هیچ توجه کردین همه چی هم شبیه همه ها. همه چی این به به. این چقدر ماها خوش سلیقه هستیم. و بعد قسمت آخر یه دونه از اینا درست میکنیم که این به چه دردی میخوره. همجوری که میبینیم به درد از این نوت پد ها میخوره، منتها میتونین یه ذره بزرگترش درست کنین بذارین. دیدیم پدرها وقتی میان خونه کلید و پول و همه چیشو میریزن. پس برای این من گفتم اینه که ما یاد بگیریم چجوری درست کنیم، خب بزرگترش درست میکنیم. یه ذره مثلا اینه که یاد گرفتیم درست کنیم کوتاه‌تر و بزرگتر درست میکنیم. میتونیم اینو مثلا بر آشپزخونه درست کنیم، توش چنگ مثلا از این چیزای چوبی و تزیینیمونو بذاریم. پس فقط کار دستی نیستش که حتما اونو درست کنیم برای همون موضوع. میتونیم یاد بگیریم و با براش امین یاد که گرفتیم چیزای دیگه ای باهاش درست کنیم. اولین چیزمون بریم کارتمونو درست کنیم. یادتون نره ها، آقایون خیلی شکلات دوست دارن. دو تا شکلات بچه ها بخرین. این تو اینجا نمیگیره، ولی خب مثلا همجور بذارین که خوشحال بشن دیگه. خیلی آقایون خیلی خوبن.
به ما میرسن، حالا ما باید براشون یه کاری بکنیم. خب این شکلات ها رو بذاریم اینجا که هی نگاش کنیم بگیم آه کاش میتونستیم با یه چای بخوریم. اینم بذاریم سر جاش. بریم اول با کارت شروع کنیم. این کارت 6 اینچ در اینجا نوشتم، اجازه بدیم بیارمش. عینک میخوام. اوکی، پس این کارت ما 6 اینچ هست در 3.5 اینچ. بیایم من اینجا رو اندازه گرفتم. از چه کاغذی دارم استفاده میکنم؟ کاغذش خیلی کاغذ خوبیه. بذاریم من متشکرم، مرسی. این کاغذ خیلی کاغذ خوبیه. اگر که رفتین توی مایکلز یا جاهایی که کارهای دستی و هنری میفروشن اینو بخرین. درسته که روش نوشته اسمش هست، امین کامپانیش هست استراتمور و این ماره کیت هست، ولی من حتما ماره کیت نباید باشه. خیلی کاغذ خیلی خوبیه برای آبلاین و کارت درست کردن. این چند پاونده؟ نه این داره ننوشته چند پاونده. من میشه نه، حالا باید بخونمش وقتی رفتیم، ولی اونش مهم نیست. اتفاقا خیلی هم مهمه که چند پاونده. فقط نوشته 20 sheet 9 by 12. اوکی، حالا بعد هم میبینیم این چند پاونده. پس چیزی که میخواییم، اندازه‌ای که میخواییم هست 6 اینچ در 3.5 اینچ. من خط کشیدم که وقت تلف نشه و بیایم اینو ببریم. اوکی، بعد از همین کاغذ قرمز، از این کاغذ قرمز یه دونه بریده بودم اسکینجا، فکر کنم اینه، فرقی هم نداره، یه ذره قرمزش بیشتر دوست دارم. پس اینو بذارین روی این و خط بکشین دورش. اگه توجه کنید اینجای این یه مقدار کوچیک‌تر از سفیده هست. پس میایم چیکار میکنیم؟ میایم قرمزه رو با این قیچیایی که مثل هلالی میبره، نقش داره، میایم از توی خط میبریم. چهار طرفش بریدم. بعضی وقتا میتونیم فقط دو طرفش ببریم. خب بیاییم بذاریم اینو ببینیم. That's good. همینقدر میخوایم یه مقدار از این سفیدیه پیدا بشه، ولی بیاییم این برش رو بذاریم، فرق نداره. اینجاش نوشتم 6 by 3.5. بذاریم پاکش کنم. اوکی، خب پس اینو میایم اول از اینجا. پاشم نکردیم الان، اشکال نداره، بعدم تاش میکنیم. بذاریم من این کاغذ رو بریزم کنار. اینو میایم تا میکنیم از وسط. پس اینو تا کردیم، میایم با خط کش یه مقدار بیاین تو. هرچی که از اینجا، از این لب بیاین تو، این سابجکتتون، این موضوعتون قشنگ این وسط میفته. حالا اگه خواستین مثلا یه مقدار چمن سبزم بذارین و اینا، مثلا با کاغذ میتونستین اینو یکم بلندتر، یکم از این طرفتر ببرین که اونم یه مدل قشنگه، ولی این خیلی آسونه. میتونین توپ فوتبال بذارین، فوتبال آمریکایی، بسکتبال، گالف، هر چی که به دردتون دوست داره. پس وقتی که اینو تا کردیم یه مقدار از اینجا میایم تو و به اندازه 1 اینچ اینو خط میکشیم. 1 اینچ از اینجا و یه ذره فکر کنین، نگاه کنین ببینین چقدر از اینجا اومدین تو، نگاه کنین ببینین چقدر از اینجا اومدین اینجا و اینو به اندازه 1 اینچ یه خط دیگه بکشیم. نسرین هستم، بفرمایین. سلام نسرین خانم، ممنون از برنامه خوبتون. من مریم هستم، یه سوال از حضورتون داشتم. هفته گذشته از اول برنامه تا آخر برنامه روی خط بودم، ولی متاسفانه نتونستم صحبت کنم. اون خمیری که شما باش گل درست کردین، گل سر درست کردین، سنجاق سر درست کردین، خودم از شما خواهش کنم که اسم اون خمیر اگه امکانش هست برای من بنویسید، ممنون میشم. چشم، حتما الان مینویسم و در ضمن اگه شما برین تو وبسایت من، من اونو قشنگ درست کردم و نوشتم اسمشو، ولی الان براتون مینویسم.
خیلی ممنون، متشکرم از برنامه خوبتون، موفق باشید. متشکرم، زنگ زدین، خداحافظتون باشه. پس اسم اون بذاریم، اینو اول بنویسم، این بی خودیه دیگه. اسم اون خمیر هست اسکاپی. فکر کنم یه ای داره، فکر کنم یه ای داره، پس هست سکالپی، S-C-U-L-P-E-Y سکالپی. هم جوانز داره هم مایکلز، رنگای مختلف میاد، ولی اگه سفید بخرین میتونین اکریلیک بزنین و همونجور که دیدین تو برنامه قدیم با پاستل یا اکریلیک میتونین اینو قاطی کنین. نسرین هستم، بفرمایین. نسرین خانم سلام عرض کردم. سلام عزیزم. الان مدتی من فقط صدای شما رو دارم، فریز میکنه، اصلا هیچی نمیبینم شما چیکار. اصلا کانال اندیشه به من اینجوریه، نمیتونم از کامپیوتر نگاه میکنم و همش فریزه. اصلا مدتی دارم به استودیو هم زنگ میزنم، هیچ که جوابمو نمیده. شما در فقط صداتون رو بشنوم ولی اصلا کاراتون رو نمیبینم چیکار میکنید. شما در لس آنجلس تشریف دارین؟ نه، نیویورکم. نیویورک، همچی میگم آن نیویورک، مثل که مثلا مشکل رو میدونم، نمیدونم خبرستم این مشکل الان مدتی دارم، شاید نمیدونم چی بگم. میتونی بحث کنید به کسی بپرسم چی میتونه باشه؟ شو خواهش میکنم اگه یه رفت تو نیویورک زنگ بزنیم ببینیم این خانم باید چیکار کنه. خیلی متشکرم زنگ زدین، مرسی، لطف کردین، خدا حافظتون باشه. نسرین هستم، بفرمایید. الو. بله بفرمایید، صداتون میاد. الو. بله بفرمایید، صداتون میاد. الو، سلام نسرین خانم. سلام عزیزم، بفرمایید. حالتون خوبه؟ خسته نباشید. مرسی. من می‌خواستم ببینم که برای چسبوندن روی شیشه یا روی سفال بخوام کاغذ کادو یا دستمال کاغذی بچسبونیم، از چه چسبی میتونیم استفاده کنیم؟ الان براتون می نویسم. قربونتون برم، مرسی، خواهش میکنم، خدا حافظتون باشه، مرسی. برای رو شیشه اگر بخواییم پشت گلدون بچسبونین، ولی این چسبی که من دارم میگم نمیتونین بعد از که چسبونین، کاغذ که اصولا آدم نمیزنش تو آب، میتونین شما از ماد پاژ استفاده کنی. اون چیکار کردم؟ انداختمش دور. ماد پاژ خیلی بهترینه. ماد پاج، این هست ماد پاج. میدونی چیکار میکنم؟ من توی یه برنامه هرچی چسب و ایناس میارم میذاریم رو میز که فقط با هم حرف بزنیم. توی برنامه فقط حرف میزنیم، برای اینکه خیلی از شما فکر میکنم مشکل دارین که این چیزا، اگر هم شما با کامپیوتر کار میکنین یه ایمیل بفرستین، من قشنگ براتون میفرستم، مینویسم که اگه درست ندیدین. بفرمایید، نسرین هستم. نسرین خانم سلام علیکم. سلام، حالتون چطوره؟ بفرمایید. خیلی ممنون، زمینم من داشتم برنامه قشنگتون رو میدیدم، این خانم تلفن زدن در اومدن گفتن که فریز میکنه. اولا لس آنجلس فریز نمیکنه، دوما ممکنه مشکل از کامپیوتر ایشون باشه. ولی ایشون از نیویورک بودن، از لس آنجلس. دازنت ماتر، مشکل ممکنه کامپیوتر ایشون باشه. برای اینکه الان من دارم خیلی قشنگ میبینم، حتی همه چی خیلی قشنگ. لطف کردید، خیلی ممنون از برنامه خوبتون. متشکرم، خیلی ممنون، خداحافظ. بفرمایید نسرینم. سلام، حالتون چطوره؟ الو نسرین خانم. بله بفرمایین. قربونتون، من خدا نکنه، من کامپیوتر رو الو من دارم گوش میدم، بفرمایین خانم. من کامپیوتر ندارم، نمیدونم چیزای شما رو کامپیوتر ببینم، دلم میخواست یه چیزی بگین که همینطوری همه رو بفهمم روی تلویزیون، اگه ممکنه یه دستور یه چیزای چهار دستی بدین از اپلای که شونای ما هستش. اپلای روی زیر کت رو میگین؟ بله بله، اپلای که روی لباس و کت و این چیزا هست، یه کالمه من دارم، یه چهار دستی از اونا بدین به. خب چه چیز قشنگی، اتفاقا خیلی خوبه. بذاریم باید فکر کنم.
بذارین بعد فکر کنم. حتما. بله لباس و کت و همه. باشه چشم. اتفاقا چیز جالبی راست میگین. آره. خیلی ممنون. من کامپیوتر ندارم خانم. چرا نه کامپیوتر نمیخرین؟ چرا کامپیوتر نمیخرین؟ ندارم، انگلیسی خوب بلد نیستم. خب برین یاد بگیرین انگلیسی، سخت نیست. حوصله ندارین ها. میدونم حوصله ندارین. خیلی ممنون زنگ زدین، مرسی. خب الان از دفتر به من گفتن که شما برین به www.andishenews.com. پس ممکنه که، ممکن که نیست، اگه اینجا برین پس شد andishenews.com. شما اونجا که برین بعد برنامه رو میتونیم ببینین. نسرین هستم، آخرین تلفن تا شروع کنیم. بفرمایید نسرینم، بفرمایید. سلام نسرین جان. سلام جناب علی. الو. بله بفرمایید. شما به من میگه نسرین جان، آیا من شما رو میشناسم؟ میشه لباسات رو در بیاری؟ چشم حتما. چه علکی میگینا. خب that's a different talent. خب پس بریم، پس بریم سر این کارتا. خب شروع کنیم. اینو من بذارم روی واقعا که واری کلا. پس گفتیم که این یکم کوچیک‌تر بریدیم و به اندازه یه اینچ از هر طرف این اومدیم تو. خب از این طرف، از این طرف اومدیم. بعد اینجای اینو میبریم. اوکی. اینجای اینم ببرید. بعد اینجای اینو ما نمیبریم، ولی بذارین یه خط بندازیم، با یه خط بکشید که بتونیم روی اینو با یه چیزی خط بندازیم. مثلا با تای یه چیز، مثلا تای سر قیچی چیزی. اوکی؟ پس وقتی که این کارو کردید اینو تا کنید، اینو اینجوری تا کنید و بعد اینو بازش کنید و بعد بیایم اینو بچسبونیم به این. برای چسبوندن این از این چسبا استفاده میکنم. زیر دستتون میتونین یه دونه تریسینگ پیپر رو بذارین، چون که باز نمیشه. بیایم یکی رو بذاریم که باز بشه. خب پس فرقی هم نداره از کدوم طرف این دارین چسب میچسبونین، برای اینکه دو طرف کاغذی مدلی. ولی اگه یه طرف کاغذی جوری دیگه بود obviously بعد اون طرف رو استفاده کنید. اوکی. خب بعد اینو میاییم میچسبونیم اینجا، رایت آن میچسبونیم اینجا. اوکی. اینجا هستش که اینو میاریم بیرون. اینجا هستش که اینی که اینجوری کردیم بیارینش بیرون. بعد سب کنین این بچسبید و اینو تا کنید، لب این بذارین و اینو تا کنید، درست بر لب هم بیفته. حالا میبینین که یه چیز اینجوری در اومد، مثل یه جعبه. بعد برای خودتون از روی کاغذ، روی کاغذی یا عکسی دارین، اینجا میتونین عکس خودتون رو بنویسین، اینجا میتونین بنویسین I love you dad، هر چیزی که دوست دارین. بعد اینو من شکل یه مقدارش از این خطای شکلای توی روی فوتبال رو کشتم روی کاغذ آبرنگ و بیاین با مارکر اینو میتونین رنگش کنین. اینو ببخشی نگیرو خط بودین، دوباره زنگ بزنین، دستم خورد به یه جای دیگه. خب پس اینو دارم، اینو تو این جاهایی که علامت گذاشتم. به یه توپ فوتبال نگاه کنین یا به یه عکسش نگاه کنین، اگر که نمیتونین بکشین یه عکسشو وردارین، ولی کشیدنش سخت نیست. یه توپ بسکتبال میتونین بکشین، خیلی چیزای قشنگ میتونین، یا همچه چیزی گرد ببرین و عکس خودتونو بذارین روی این، اونم خیلی قشنگ میشه، بچسبونین روی این. اوکی. دور این رو
من با این قشنگ دارم یه ذره قشنگ یه ذره داره اینو خط میکشم و بعد چیکار میکنم؟ اینو میچسبونم به جلوی اون قسمتی که اومده بیرون. اوکی، ولی موقعی که اینو میذارین باید حتما اینو بذارین اینجا و اینو تا کنید. این اگر توپه خیلی بزرگتر کشیده باشین، مثلا یه توپ کشیده باشین که اینقدر باشه، بذارین نشونتون بدم، آنن نچسبونینش، برای اینکه اینو اگر بذارین اینجا، این بعد از اینجا تا اینجا باشه. اینو که بذارین اینجا اینقدرش میاد بیرون و مجبورین نصفشو ببرین، توپه نصف نداره. پس کاری که میکنید اینو بذارین اینجا، ببینین وقتی اینو میبندین آیا اندازه است، میگین بله، بعد اینو میایین میچسبونیمش به این پشت اینو. اینجای اینو یه مقدار چسب بزنید، زیادم نمیخواد بزنید. اوکی؟ بعد اینو بذاریدش اینجا و اینو ببندینش. و وقتی که اینو باز کنید میبینید که توپتون قشنگ افتاده اینجا. همین کاری که من اینجا کردم. بعد موقعی که این کارو کردید بیایم برای روی این میخوایم یه چیزی دیزاین بذاریم، رایت؟ برای اینکه اینجا سفیده میتونین یه عکس بذارین، عکس خودتون رو بذارید. پس خیلی زود قبل از که بریم آگهی ها، از کاغذ، اگه کاغذ مثلا دیزاین داره، مثلا روش نقش داره، میخواین استفاده کنین. قیچی کوه، دوباره گیج شدم. اینجاست. پس بیایم میایم اینو بذارم اینجا، خودم داشتم اونجا. پس یه مقدار از اینجا میام، یه مقدارم از اینجا میام بیرون و این اینجا این یه خط میکشم، رایت؟ بعد دور اینو ببرین. نسرین هستم، بفرمایین. آره سلام، خسته نباشی. متشکرم، خیلی ممنون جناب عالی. من از کانادا زنگ میزنم، نازی هستم. میخواستم بی زحمت آدرس وبسایتتون رو اگر میشه اعلان کنین. خیلی ممنون که یادآوری کردین. آدرس متشکرم. لطف کردین زنگ زدین. آدرس وبسایت من هست artbynasreen.com. خیلی ممنون که زنگ زدین. پس بعد وقتی که این کارو کردیم، یه تیکه میبریم، اینو میذاریم، میچسبونیم روی این. اینو وسط اینو چسب بزنین. لطفا اینو از بالا نشون بدین که ببینن. مرسی. بعد اینو که چسب زدیم، اینو میذاریم اینجا. اوکی. بعد یه تیکه کاغذ. از همون کاغذه میخواییم که بنویسیم Happy Father's Day. هر وقت خواستیم بریم آگهی ها لطف کنیم به من بگین. من برای اینکه سرم پایینه نمیدونم. بریم. اوکی. بعد دنبال قیچیم دارم میگردم که حتما جلوم اینها. اوکی. پس این همچین چیزی میخواییم. من اینو کج گذاشتم، شما میتونین هر جور که دوست داشتین بچسبونین. روی این مینویسین Happy Father's Day، هرچی دوستت دارم، پدر عزیز، بهترین پدر هستی، هر چیزی. دورش با این چسبی که چیز هست، اکلیل داره توش، دور این گذاشتم. بعد وقتی که خوش شد اینو چسبوندم روی این. بعد من کارت بسیار ساده و قشنگی میتونین برای تولد، برای هر موقعی اینو درست کنین که من بسیار زیباست. بریم یه تلفن دیگه جواب بدیم. بفرمایید، نسرین هستم. الو سلام. سلام عزیزم، حالتون چطوره؟ خوب است. برنامه‌تون الان زنده است دیگه؟ بله. همین کارت قرمزی که داری نشون میدین تو؟ بله زنده هست. بله. به هر حال من تلفن زدم فقط بگم خیلی برنامه‌تون جالبه. مرسی. بعد خیلی خانم واقعا دوست داشتنی هستین. آه لطف داری، ریلکس و خیلی جالب، خیلی من خوشم اومد از برنامه تو. لطف داری. اولین بار البته من گرفتم این برنامه رو، قبلا نگرفته بودم.
هر هفته شما هستین برنامه‌تون؟ بله، هر هفته سر ساعت 3 از لس آنجلس پخش میشه. بله، همین دیگه. خیلی خیلی ممنون. بعد انشالله که بتونیم بیشتر برنامه‌تون رو ببینیم. من مامانم هم برنامه‌تون رو نگاه میکنه و خیلی دوست داره. لطف دارین. مرسی که زنگ زدین. خواهش میکنم به مادر عزیزتون سلام برسونین. مرسی از وقتی که گذاشتین و تلفن واقعا مفیدی کردین. مرسی. قربونتون برم. خیلی ماهر. خداحافظ. مرسی. بینندگان عزیز، بعد بریم آگهی ها. الان برمیگردیم. مرسی. به اریت مزدا در گچینو خوش آمدید. جایی که فروش و سرویس اتومبیل معنای متفاوت با دیگر نمایشگاه‌های اتومبیل دارند. در اریت مزدا راحتی و رضایت شما در اولویت کار ما قرار دارد. شما فقط با یک بار حضور در نمایشگاه ما در خواهید یافت که تجربه خرید و سرویس اتومبیل در اریت مزدا تجربه کاملا متفاوت و رضایت بخش است. در نمایشگاه اریت مزدا به هنگام سرویس اتومبیل خود شما می توانید از سرویس های رایگان نظیر سالن ورزش و ماساژ، آرایشگاه، انواع نوشیدنی ها و کامپیوتر و اینترنت استفاده کنید. هدف ما در اریت مزدا ارائه بالاترین کیفیت سرویس اتومبیل و قیمت‌های غیرقابل رقابت در فروش مدل‌های مختلف مزدا است. اتومبیلی که برنده جایزه‌های متعدد بین‌المللی شده است. همین امروز از نمایشگاه باشکوه اریت مزدا در گتینو در فاصله 5 دقیقه پارلمان کانادا دیدن کنید تا مزدای دلخواه خود را بیابید. اریت مزدا واقع در 12-05 اوست لابراندری گتینو کبک 819-568-6000 اریت مزدا. میرندگان حالتون چطوره؟ خوش آمدید. در این قسمت بریم این پاکت رو درست کنیم، برای اینکه اگر که این چیز خیلی خوبیه، برای اینکه میدونین چیه، مثلا میتونین همین کار رو انجام بدین، مثلا به شکل توپ فوتبال یا توپ بسکتبال یا هر چی که دوست دارین. مثلا اگر پدرتون گالف بازی میکنه، اینو مثلا پیرنه رو سبز بکشین، یا اینکه نمیدونم یه چیز سبز بکشین وسطش. دیدین از این چیزایی که گالف خیلی آدم حوصله‌اش سر میره. هیچ میدونین گالف و یعنی چی؟ گالف یعنی جنتلمن اوکی لیدیز فور بیتن. از اون موقع به ما anyway حالا شروع نکن. خب این برای این کار ما یه پاکت می‌خوایم. پاکت ممکنه پاکتی باشه که روش نقش داشته باشه، رفتین یه چیز خریدین روش بوده، هیچ فرقی نداره، منتها بیام یاد بگیریم اینو چیکار کنیم. پس اندازه اینو می‌گیریم، اینو تا می‌کنیم، اینو می‌ذارم اینجا لطف کنیم. پس این طرفش رو من همونجوری که گفتم آردی درست کردم، بیام این طرفش. وقتی که اینو اندازه می‌گیرین، این اندازش یه ذره بیاین بیرون و یه مقدارم بیاین از اینجا بالا. خب
پس این اندازه‌ای که من درست کردم هست 8 در 8.5. پس بستگی داره به پاکت شما. این ما یه همچی چیزی میخواییم right؟ یه همچی چیزی موقعی که میچسبونین سعی کنین اینجا این ازاری کجه okay. موقعی که اینو میچسبونید یه مقدار این از اینجا بذارید، برای اینکه ما نمیخواییم اینو پس یعنی بگذره از این، برای اینکه وقتی که این باز میشه اون وقت این هی اینجوری میشه. پس اینو یکم بیاییم بالاتر، بیاییم ببینیم که روی این رو چجوری میتونیم نقاشی کنیم. همونجوری که گفتم هر چیزی که دوست دارین میتونین عکس خودتون رو بزرگ روش بچسبونین اگه خیلی خودتون دوست دارین. خب حالا بعد بیاییم این اینجاست دیگه رایت اوکی. میخواییم همینو بکشیم روی یکی. برای این کار از یه مداد استفاده کردم که چرا نوک داره. پس از اینجا شروع کردم از این گوشه اوکی و یه یقه کشیدم. الان با چیز پررنگ‌تر میکشم که شما متوجه بشید، برای اینکه این الان اصلا پیدا نیست. بعضی وقتا این یقه رو بزنین اینو پاک کنم. بفرمایید نسرین هستم، حالتون چطوره؟ سلام نسرین خانم. سلام عزیزم، حالتون چطوره؟ من از سوئد زنگ میزنم. بله بفرمایید. زنگ دادم از برنامه های بسیار خوب و آموزنده تون تشکر کنم. مرسی متشکرم. و در ضمن بگم که من معلم هستم و تمام برنامه شما رو همیشه ضبط میکنم. تعداد زیادی از برنامه هاتونم تو مدرسه با بچه ها اجرا کردم. آه چقدر خوشحالم کردین. مرسی. و بسیار بسیار مورد توجه قرار گرفته و زنگ زدم بگم بی نهایت سپاسگزارم. چقدر شما خانومی، خیلی ممنون که بهم گفتین. احساس میکنم که مثلا بیشتر مرسی از زحماتتون. شما متوجه میشین. خیلی ممنون، لطف کردین زنگ زدین. مرسی. خواهش میکنم. خدا نگهدار. چقدر اینشون خانم خوبی بودن. هر کی زنگ بزنه از من تعریف کنه. خب پس اینجای این رو نه واقعا میگم خیلی ممنون که زنگ زدین. بعضی وقتا دیدین یه نفر یه کار خوب میکنه باید بهش بگیم. خب بریم اینو من بکشم با این که شما متوجه بشین این یقه رو من چجوری کشتم. پس وسط اینو اگر که با همجوری نگاه کنین وسط این از این گوشه و این گوشه من اومدم. بعضی وقتا یقه مردا که میپوشن آقایون یقهشون اینجوری اینجا چین میخوره میره بالا اینجا. پس اگه میخوایم خیلی طبیعی بکشیم این کار رو انجام بدین. بعد اینجای پیرنشون یه دونه دگمه هست، بعد میاد اینجا، من دستم از این بر میگیرم بعد میگیرم اون طرف شما ببینید، بعد اینو بیارید اینجا، این کراواته، اینجا کراواته گره خورده اوکی، و بعد اینجای این کراواته. با کراواته خیلی پهن شد. آه شما به این پهنی نکشید. پس این همچین چیزی کراواته رو یه مقدار باریکتر بکشید، اشکال نداره. اینجای این برای این که خیلی ساده هست، توجه که میکنید خیلی این طرف این ساده است. بیایم یه قسمتی از جیب پیرن رو بکشیم همینجوری اوکی. خب بریم اینو رنگش کنیم. از چی دارم استفاده میکنم؟ از رنگ سیاه اکریلیک دارم استفاده میکنم و باید بریزمش توی چیزی که شماها خوب ببینین. دوم طرف درشه اوکی. واو یه دفعه ریخ. من فکر کردم حالا بعد یه نیم ساعتی تکونش بدم. خب پس بعد یه دونه بروس میخوام. بروس من این بهتره. بروس فلات استفاده دارم میکنم. بعضی از اینا بهش میگن فیلبرت، یه مقدار لباش گرده، بعضی هاشم خیلی گرده یعنی راونده. پس من دارم از فلات، به اینا میگن فلات اوکی. پس اینو میزنم اینجا و دلیل اینکه فلات استفاده میکنم اینه که زیر دستم یه دونه از این یه کاغذ بذاریم که این خراب نشه. میرم بیرون از کاغذ. وقتی زیر دستتون یه چیزی بذارین دیگه خیلی راحته، ناراحت نیستین که او الان میماله به یه چیزی اوکی.
داشتم اینو میگفتم، دلیلی که دارم فلت استفاده میکنم برای اینکه نوک این پهن میشه و میتونم اینجاها برم. خب بعد خوبی این کاغذ اینی که از پوستر پینت هم میتونین استفاده کنین. بچه ها حتما تو مدرسه آبرنگ یا از پوستر پینت میتونین همین کار رو انجام بدین. بعد خیلی راحت توی این خطا رو پر کنین. اگر که میخواین پیرنه رو مثلا آبی کنین، بعد یقش رو راه راه کنین، مدل چیزای خیلی قشنگی میشه روی این پاکت با این مقواها کشید و تزیین کرد. بعد میایم اینجای اینو یه مقدار فاصله بذارین که معلومه که کجا هست، اینی که یعنی معلومه که یقه کجا شروع شده، کراوات کجا شروع شده، اینی که زیاد مشکل نکنین برای خودتون. بیایم اینجای این، اینجای این چیه؟ گره کراواته و کراواتم که همجوری که گفتم خیلی پهنه ولی اشکال نداره. این مار آقایون، مار بابایی هست که سنشون بالاست. دیدین کراوات الان چقدر نازک باریکه. اوکی. در ضمن به تمام کسایی که پدرشون رو دست دادن، که یکی خودم هم فکر نکنین نیستن، هستن، همیشه هستن با همون. اوکی. خب اینو اینجوریش کنین، هم خودتونی میتونین باد بزنین هم این خوش بشه. اوکی. پس یه همچین چیزی داریم که خیلی الان ساده است. اگه میخواین، من این کارو نمیکنم چون وقت کمه، اگه میخواین میتونین یه دفعه دیگه روی این برین که این براش استروک های این مار اینا پیدا نشه، این خط های برستتون پیدا نشه. یه دفعه دیگه که برین روش ببینین خیلی قشنگتر میپوشونه، ولی من الان این کارو نمیکنم. این چیز اینو میزنم توی آب، یه مقدار برسمو یه مقدار میزنم توی آب، ولی خیلی کم. برای چی؟ برای اینکه میخوام این فقط یه خط خیلی کم رنگ باشه. اوکی. پس این یه جیب کشیدم، ولی یادتون باشه اینجاهای جیب یه خط بذارین با این لب بروسه. اوکی. اینو اینجوری بکشین. بعد اگر که میخواین این طرف، حالا بیایم چیز بکشیم براش، دیزاین بکشیم. برای دیزاین روش دارم از رنگ سیلور استفاده میکنم که اکریلیکه. اوکی. روش نوشته پیور سیلور، نقره‌ایه. پس یه ذره بریزین و بیایم بهش خط بدیم. اوکی. یکی دیگه اینجا، یکی دیگه خط. پس ببینید کاغذ گذاشتم زیر دستم، برای اون مهم نیست، میتونم خیلی آزادانه از این برم بیرون. این خیلی مهمه تو نقاشی، وقتی که بچه ها نقاشی میکنن. اوکی. پس این و بعضی وقتا گره خورده دیگه، رایت. پس سعی کنی همه اینو خیلی نکشین، یه مقدار فقط بکشید، فقط اینجا گره خورده. خب بعد میایم وسط اینا یه مقدار دیزاین دیگه بدین. میتونین خط خط کوچیک بذارین، میتونین هر مدلی که دوست داشتین این وسط بدین که این یه حالت چیز بشه. الان توجه کردم که اینجا من یقه اینو رنگ نکردم، ولی اینجا یقه اینو رنگ کردم. چرا که نه؟ حالا شما یقه‌شو رنگ کنین یا رنگ نکنین اشکال نداره، ولی اینجای این ما یه دکمه می‌خوایم که دکمه‌ش رو میتونیم با سیلور بذاریم. اوکی. دو تا دکمه میذاریم و بیایم چیکار می‌خوای بعد بکنیم بهش؟ اینو یه مقدار 3 دیمنشنال بکنیمش، برای اینکه اینو اگه نگاه کنین ببینین بیشتر این یکم فلته، به این یه مقدار بیایم برآمدگی بدیم. اوکی. پس برای این کار رنگ سیامو برمی‌دارم میارم اینجا، ولی با آب قاطیش میکنم، رایت. و بعد خیلی راحت، همه جا سایه نمیخوره، سایه رو فقط از یه طرف بزنید. اینجای این فقط یکم سایه میخوره. اوکی. و اینجای این، و اینجای این.
اوکی. بعد من خیلی قشنگ شد. بیایم اینو وصل کنیم به اینجای این. تنها کاری که میکنیم بعد از اینکه خوش شد، من الان اینو وصلش میکنم، ولی یادتون باشه این سیلوره هنوز تره. پس کاری که میکنید روی این چسب بزنید، ولی من چون اینو اگه اینجوری کنم همش خراب میشه. پس بیایم اولین کاری که میکنیم روی اینا چسب بزنید، وسطش هم بزنید و اینو بذارین خیلی راحت همونجوری که گفتیم یه مقدار از این پایین تر، این ور این ورش سعی کنین اندازه باشه، یه مقدار دیگه بیارین پایین تر و وقتی که خوش شد اینو خیلی خوب میتونین یک روزنامه یک کاغذ بذارین، دستتون رو خوب فشار بدین که این خوب بچسبه. این الان نچسبیده ولی اشکال نداره. و وقتی که اینو بازش کنید، الان اینجا هنوز نچسبیده، وقتی بازش کنید به کادوی خیلی چیزی خیلی خوبیه که میتونین همجوری که گفتم برای هر زمان سال درست کنید. من دو تا خط داریم بریم. بله بفرمایید، نسرین هستم. خانم نسرین سلام عرض میکنم. سلام عزیزم، حالتون چطوره؟ قربونت برم، انقدر خدا نکنه نازنین هستی. مرسی، خیلی ممنون. خانم نسرین، اولا این چسبی که دست شما هست، این پاکت رو داریم میچسبونین، این چه چسبیه؟ از کجا بگیریم؟ عزیزم این از این چیز شیش داشت میاد مثلا $2. از شما آمریکا تشریف دارین؟ بله بله قربون. اینا عزیزم از این از ایناست که تو استیپل میاد مثلا 4 تاش $3 از این از همین هست دیگه، کاغذ میچسبونن. فقط برای کاغذه یا برای چیزای بله. دیگه هم هست؟ نه نه این فقط مال کاغذه، این تازه بعض وقت کاغذ هم نمیچسبونه، ولی خب نه این فقط مال کاغذه. خانم شما چرا اینقدر خوب هستید؟ نگینا شما ببینید موضوع اینه که شما برای چی میدونی من خوبم؟ برای اینکه شما خوبی. آمریکایی میگن it takes one to know one، یعنی شما باید خودتون خوب باشین که آدم خوب رو بشناسین. نه خیلی واقعا با سادگی و با مهربونی واقعا این چیزا رو یاد میدید. مرسی. خب آخه با حوصله. خیلی ممنون، شما لطف دارید. خانم نسرین من یه خواهش دارم، میخواستم که بگم که شما این پایین شلوارا رو مثل شلوار جین به خصوص بله. که یک تو خوردگی داره، من میخوام اینو تو بذارم، نمیخوام فابریکش یعنی اون از کارخونه که اومده اون چپ شده اونش عوض بشه. من دیدم اینو یه کاری میکنن که اونو نگه میدارن برای پایین شلوار. خیاطای ایران من دیدم یه جوری این شلوار پایین شلواری که فابریکه از کارخونه در اومده نگه میدارن، بعد کوتاهش میکنن. نمیدونم چه جوری این کارو میکنن. خب شما چند وقته دارین برنامه منو نگاه میکنی؟ من از اولی که شما تشریف آوردین. من اون جینه رو درست کردم، خیلی قشنگم، پایینش رو بریدم دوباره وصل کردم با رنده، اومدیم روش رفتیم درستش کردیم. حالا میدونی چیکار میکنم؟ توی یه برنامه زود میارم فقط نشون میدم، نه اینکه انجامش بدم. درست کردیم همینجور. یعنی ببینم اون چرخ کرده رو شما قیچی میکنی؟ یه مقدار ببینی اون قسمت پایینش هست که چرخ شده مال کارخونه. اوکی؟ اونو یه مقدار بیاین بالاتر اونو ببرین. اوکی؟ بعد اندازه شلوار بپوشین، شلوار رو ببینین که مثلا چقدر میخواین. آها. بعد یه مقدارم از اون اندازه بذارین، ولی یه مقدار، نه اینکه اینقدر بذارین تو بزنین، نه یه ذره. اون یه ذره که از یه ذره، اون یه ذره که از اون یکی پایینش بود بدوزین به یه ذره که از این شلوار مونده. بله بله. بعد اون وقت از این وریش کنین رو اون خطی که از پشت دوختین درز بدوزین. اوکی؟ بعد اون وقت با رنده لباشو اینجوری کنین که خیلی نو نباشه. من کردم این کارو، خیلی هم اتفاقا خیلی هم آسونه، خیلی آسونه. خیلی ممنون زنگ زدین، مرسی. لطف کردین. خانم نسرین. بله بفرمایید. آخه بعضی شلوارا بالاش بزرگتر از پایینه. بله، پایینش خب نه، خب دیگه اگر که بالاش بزرگتر از پایینه. بالاش متوجه شدم. بله میدونم.
تفنگی‌تره. بله تفنگی، چه جالب گفتی. نه دیگه چه حرف قشنگی بود تفنگی. نه ببینین اون وقت اونو باید زیاد کنین. اوه چه کار میبره. ببین یه شلوار دیگه بخرید. اصلا پایینشو ببری تا بزنی یکی دو مرتبه. نه میدونی اینوری اینوریشو باید این مقدار زیاد کنین و خیاطی خیلی کار میبره. اصلا نمیخواد شب و جین. خیلی ممنون زنگ زدی. خدا حافظ. خانم نه بله نکنید. چشم. لطفا در ضمن من یه کت گرون عالی دارم برام تنگ شده. این میتونم که از کمره، یعنی یه کمربند داره، اینو این بغل اون بغلش بدوزم؟ بله ولی خب باید یه جوری دیزاین بهش بدین، نه اینکه مثلا یه تیکه بدوزین، خیلی زشت میشه. خب شما باید ببینید، چون میدونی آرتروشن که تو آمریکا چقدر گرونه. بله. یه شلوار کوتاه بخوام بکنم $20 الان که بیشتر هم میگیرن، یا اینکه آدم میخواد آستین کوتاه کنه یا میخواد کت گشاد کنه، اینو شما باید به ما یاد بدین قربونت. چشم حتما. میگم این اینجای اینو اینجاش هم تنگه براتون یا فقط اینجاش که شکم آدم بزرگ میشه تنگه؟ بغلاش تنگه که دکمه نمیفته. من فکر کنم باید بدینش به یه نفر یا رژیم بگیرین. پس باید بیارم پلو شما. خیلی ممنون زنگ زدید. خدا حافظ. الان چی داریم میگین؟ من از تلفن تلویزیون بگم. هیچی نگفتم. خیلی ممنون زنگ زدین. مرسی. قربونت برم خانم. خدا نکنه. حالا این یه دفعه دیگه این کتو من قطع میکنم از تلویزیون بگی. نه کتو الان نمیتونم بگم. این برنامه هم که الان 5 دقیقه دیگه بیشتر وقت ندارم، هفته دیگه بعد بقیهش درست کنم. هفته دیگه میخواستیم شیرینی درست کنیم که حالا ببینین چیکار کردیم. این همه وقت از بین رفت. خیلی ممنون زنگ زدین. خداحافظ. بله بفرمایید نسرینم. الو. بله بفرمایید. میخوام با نسرین خانم صحبت کنم. من هستم بفرمایید. نسرین خانم. بله حالتون چطوره؟ سلام حالتون چطوره؟ مرسی. شما هفته گذشته یه گل پشت سر درست کردی که کش زدید و پارچه قهوه‌ای برداشتید گل درست کردید برای گل پشت سر. من یاد نگرفتم من چجوری؟ آه اون پارچه. ببینین الان که میرم میذارمش رو وبسایت. شما وبسایت منو میبینین؟ نه وبسایت نمیدونم. با کامپیوتر کار میکنین؟ گاهی بله. اوکی پس برین تو نسرین artbynasrin.com. امشب اونو میذارم. میدونم کدومو میگین که با ساتن بود هی دوختمش بعد اونجوری کشیدم. ساتن بود فقط من میدونم که پارچه چارگوش بود ولی نمیدونم چجوری. میشه الان نشون بدید؟ یا راست میگین ها چرا اینقدر مشکلش میکنیم. بعلا نشون میدم. خداحافظ. متشکرم. مرسی قربون شما. ممنونم روزتون بخیر. خواهش میکنم. خداحافظتون باشه. راست میگین بذار همین الان نشون بدم. پس لطف کنین این من چند دقیقه وقت دارم؟ 2 دقیقه؟ نمیدونم. اوکی 6 دقیقه وقت دارم. بینندگان عزیز اینو هفته دیگه با هم حتما. خیلی خوب شد با دوستان صحبت کردیم. بذارین من یه تلفن دارم. نسرین هستم بفرمایین. بله بفرمایین. بله بفرمایین. ببخشید. نمیدونم کیو میخوام. ببخشید. گذاشتمش رو هولد. پس یه چارگوش درست کردم. رایت. بعد اینو اینجوریش کردم. خودم هم یادم رفت چیکار کردم. پس اینجوری تا کردم، بعد اینو تا کردم، پس یه چارگوش بود، اینو اینجوری تا کردم، اینو اینجوری تا کردم، اینو دوباره اینجوری تا کردم، اینجای اینو از اینجای این اینجوری بریدم. یکی دیگه درست میکنم اگه متوجه نشدیم. با کاغذ قرمز درست میکنم. بعد اینو که باز کنید این گله هست. right. بعد این گله رو اینجوری کردم، اینجوری کردم، اینجای اینو نخ دوختم تای اینو. مثلا این از اینا اگه مثلا 15 تا 20 تا بدوزین خیلی قشنگ تر میشه. اگه 6 تا بدوزین اصلا خوب نمیشه. بذارین با یه نخ میگم با نخ بذارین با یه چیز چارگو با چی میگن این کاغذ قرمز درست کنم. اوکی
پس اینجوری، بعدم اینجوری. اوکی؟ پس این چارگوش مثلا، حالا چارگوشه اینجوری، بعد اینجوری کردم، بعد اینو اینجوری کردم، بعد اینجای اینو اینجوری بریدم. بعد بریم پایین ها، مثلا نبرین تا اینجا فقط، یکم بریم پایین تر، یعنی از اونجایی که شروع کردین تا به همونجا قطعش کنین. بعد اینو باز کنین که میشه بهترین گل توی دنیا. ببینین چه قشنگه. بعد اینا رو میتونی حتی بر روی کادو ها، مثلا 3-4 تاشو اینجوری بذارین رو هم دیگه، جعبه کادو خیلی قشنگ میشه. اینجا خوبه نه؟ ولی اینجوری کردم و بعد اینجای اینو دوختین به هم دیگه، به اندازه فکر کنم 10 تا یا 15 تا بود دوختین. خب بینندگان، من فکر میکنم دیگه وقت نداریم، برای اینکه این یه مقدار کار میبره. برای این کار بذارین بگم چی میخواین، چندین دقیقه وقت داریم. برای این کار یه بچه ها یه میدونه مقوا میخواین، مقوا از اینایی که مثلا اگه ندونیم برین جایی که غذا میخریم پشتش همیشه افتاده، 11 اینچ در 11 اینچ یه چارگوش میخواین مقوا. اوکی؟ بعد یه مقدار کاغذ روزنامه میخواین از اینایی که میاد در خونتون مثلا آگهی میکنن و اینا، یه مقدار از این رنگ سیاه میخواین و رنگ نقره‌ای که الان استفاده کردیم و بروس و همین اینا رو، اینو ببرین. هفته دیگه اول برنامه اینو درست میکنیم و بعد یه شیرینی با هم درست میکنیم. خیلی ممنون نشستیم برنامه رو تماشا کردیم. بینندگان، از تلفن‌های خیلی خوبتون متشکرم، لطف کردین. یادتون نره ایمیل ادرس من هست artbynasrin@aol.com، وبسایتم هست artbynasrin.com. خیلی متشکرم، تا سه‌شنبه آینده، خدا نگهدار. مرسی.